میکنم خدمت همه ایمانان گرامی. خیلی خوش آمدید، افتخار دادید امروز خدمت عزیزان هستیم. چهرهای آشنا بین جمع هست. عرض ادب دارم خدمت همشون. عزیزانی هم که جدیدن و شاید اولین بار خدمتشون هستیم، اونا هم خیر مقدم عرض میکنم. خیلی خوش آمدید، افتخار دارید امروز بتونیم خدمتون باشیم. انشالله روز خوبی داشته باشید، حداقل روز به یاد ماندنی براتون باشه در مجموعه پارک فناوری پردیس. انشالله از محتوای برنامه هم به بهترین نحو استفاده کنید و بگم یه روز ماندگار براتون بماند به یادگار. خیلی قصد اذیت کردن و آزارتون رو ندارم. خیلی کوتاه قصد دارم که یه معرفی کوچیکی از مرکز شتابدهی نوآوری و دستاوردهایی که توی این 7-8 سال گذشته داشته خدمتتون داشته باشم. و فکر میکنم البته اعضای قدیمی مرکز، خب احتمالاً بعضی از عرایض بنده براشون تکراری باشه، ولی خب شاید اعضای جدیدتر و یا عزیزانی که حالا از اعضای مرکز محسوب نمیشن براشون حالا شاید جذابیت بیشتری داشته باشه عرایض بنده. مرکز شتابدهی نوآوری در سال 93 با حمایت ویژه‌ای که مجموعه معاونت علمی انجام داد، عملاً توسط معاونت شکل گرفت. این مأموریت به مجموعه پارک فناوری پردیس سپرده شد. عملاً از تیر 93 فعالیت‌ها شروع شد و اساسنامه‌ای پیدا کرد که توسط معاونت علمی زمان، یعنی معاون علمی وقت، مصوب و ابلاغ شد. اولین اقدامی که مرکز عملاً شروع کرد در کشور بحث تأسیس شتاب دهنده ها بود که اولین مجموعه شتابدهی در کشور به کمک مرکز و همچنین حمایت معاونت شکل گرفتن که ملاحظه می‌کنید مجموعه آباتک، مجموعه دیوان و در ادامه اون آیچیتا در اون سالهای اول تأسیس شدن و یواش یواش این جریان شکلگیری شتاب دهنده ها از اون سال شکل گرفت و این الگوسازی عملاً میگم توسط مرکز توی این سالها تلاش شده که شکل بگیره و عملاً برنامه‌های خود مرکز هم توی این سالها تمرکز و روال بهتری پیدا کرد. دو تا سرفصل کاری برای خودش مرکز تعریف کرد. یکی بحث ترویج فرهنگ کارآفرینی بود که خب قطعاً اون سالهای ابتدا این مفهوم خیلی مفهوم جا افتاده ای نبود و نیازمند یک سری اتفاقاتی بود که این اتفاقات در ادامه برگزاری یک سری رویداد کارآفرینی تو کشورمون شکل گرفت و تمرکز مرکز روی این موضوع گذاشته شد که بتونه به این موضوع کمک بکنه، رویدادها هم توسعه پیدا بکنن از نظر کمی و هم کیفی و در سراسر کشور عملا جاری و ساری بشن. یکی از بزرگترین کارهای مرکز بود از ابتدا که من جزئیاتشو میگم چه کارهایی کردیم تو این سالها. خودمون هم یه جورایی آستین بالا زدیم و رویداد پردیس سامیت که ششمین دورش هست رو داریم برگزار میکنیم که بتونیم این جریان رو کمک بکنیم. یه اقدام دیگه‌ای که داره، خب به عنوان فعالیت تیتر اصلی فعالیتامون هست، کمک به ایجاد استارتاپ های پایدار هست که مرکز اومده به نهادهای واسطه این موضوع عملا ورود کرده و حمایت میکنه که حمایت از ایجاد و توسعه شتاب دهنده و همچنین فضاهای کار اشتراکی هست. فراهم کردن حمایت قانونی تاثیرگذاری هم کار دیگه ای بوده که جزئیاتش جلوتر خدمتتون عرض خواهم کرد. عملا به دنبال ایجاد اشتغال، یعنی سویچ کردن اشتغال از کارمندی به کارآفرینی بوده مرکز با فعالیت‌ها و اقداماتی که توی این سال‌ها انجام داده. سه اتفاقی که افتاده توی این سال‌ها، یعنی سه تا تایتل عمل کردی ما تو سرفاز شتاب دهنده، 73 سه تا شتاب دهنده الان عضو مرکز هستن، 24 تا فضای کار اشتراکی برای کمک به ساماندهی کسب و کارهای کوچک عملا شکل گرفتن و حمایت شدن و بیش از 600 تا رویداد کارآفرینی تو این سالها حمایت‌های مختلفی ازشون صورت گرفته که برگزار شدن. تو سرفصل رویدادها بخوام خیلی خلاصه بگم چه کار کردیم. یکی بحث تامین مالی بوده که ما از رویدادها کردیم، مخصوصا سالهای اول. خب این اواخر خیلی دیگه بودجه مناسبی برای حمایت نداشتیم، ولی اون سالهای ابتدایی حمایت‌های مادی زیادی کردیم از برگزاری و بخشی از هزینه‌های رویدادها رو کمک کردیم به برگزاریشون. حمایت‌های اعتباری و معنوی بوده، از جمله صدور تاییدیه برگزاری رویدادها که کماکان تداوم داره. اگر عزیزانی بخوان رویداد کارآفرینی برگزار بکنن، تنها مرجع تاییدش در کشور کماکان مرکز شتابدهی است و میتونن عزیزان با خیال راحت رویدادشون برگزار بکنن. و در ادامه هم که حالا میگم استراتژیش گذشت، فعالیت‌های دیگه‌ای که در سرفصل رویدادها باعث توسعه بوده و انجام شده. یه آمار کلی بخوام عرض بکنم خدمتتون، بیش از 31000 شرکت کننده از جمله رویدادهایی هستن که تحت حمایت و تایید مرکز برگزار شدن تو جای جای کشور. عملا توسعه استانی
تو اغلب استان‌ها برگزار شده، دانشگاه‌ها، پارک‌های فناوری درگیر شدن، بیش از 600 رویداد و بیش از 100 برگزار کننده درگیر این رویدادهایی هستند که من خدمتتون عرض کردم. تو سرفصل فضای کار اشتراکی اقداماتی که ما انجام دادیم، مخصوصا توی 3 سال اخیر عملاً این سرفصل اضافه شد به فعالیت مرکز، دستورالعملی بود که توسط مرکز تهیه شد، توی معاونت علمی مصوب و ابلاغ شد و در ادامه این تصویب و ابلاغ دستورالعمل ما شرایط احراز صلاحیت و عضویت فضای کار اشتراکی رو توی مرکز شتابدهی به تصویب رسوندیم و اون 24 فضای کار اشتراکی که عرض کردم در ادامه این روالمند شدن موضوع به عضویت مرکز در اومدن و 2 تا سرفصلی که تونستیم برای کمک به این دوستان انجام بدیم، حالا شاید اون عددهای خیلی هنگفتی هم نبوده ولی یک کمک هزینه استقراری برای حالت سوبسیدتور عملا تونستیم به اعضامون تو این سالها بدیم و اقدام دیگه ای که کردیم کمک، یعنی استارتش از مرکز خورد، کمک کردیم که سرفصل دانش بنیان شدن فضای کار اشتراکی هم توی سرفصل های دانش بنیانی معاونت علمی ایجاد بشه و الان یه تعداد محدودی از فضاهای کار اشتراکی تونستن دانش بنیان بشن و از فضای اون استفاده بکنن. در کل بخوام یه آماری از فضای کار اشتراکی عضومون بگم، ما الان 24 تا عضو داریم که در سراسر کشور توزیع شدن، بیش از 23,000 متر فضای قابل بهره برداری دارن با ظرفیت بیش از 3,500 نفر و سرمایه‌گذاری که توسط خودشون انجام شده بیش از 45 میلیارد تومان هست که این طبیعتاً اگه به نرخ روز تبدیل کنیم عدد خیلی چند برابری خواهد بود، چون میگم این نرخ ها به نرخ زمان خودش این عدد رقم ها درد شده. سرفصل مهمتر و اصلی که خب از ابتدا مرکز درگیرش بوده، حمایت از شکل‌گیری و توسعه عملا شتاب دهنده ها بوده که به عنوان موتور محرک زیست بوم میشناسیمشون و تمام هم‌وقتمون بیشتر میتونم بگم از ابتدا روی این موضوع بوده. ما در حوزه سیاست گذاری هم دوباره اقداماتی که انجام دادیم، بحث تصویب دستورالعمل مربوطه بوده، در سال 97 اگر اشتباه نکنم در معاونت علمی مصوب شد و یک سرفصل جدید حمایتی از اون سال ایجاد شد برای حمایت از شتاب دهنده های نوآوری. برای عضویت اعضامون ضابطه گذاری کردیم، داشتن برنامه شتابدهی 3 ساله و سایر ضوابطی که خب احتمال زیاد اکثر اعضایی که اینجا هستن در جریانش هستن و سرفصل‌های حمایتی که میگم تا شاید یک سال و نیم پیش جاری و ساری بود و بهره‌مند بودن اعضا تا زمانی که حالا معاونت هم سرفصل‌های حمایتی داشت، تسهیلاتی برای تامین فضا در اختیار مجموعه قرار میدادیم، حمایت بلاعوضی که برای خروجی‌های موفقشون در اختیارشون قرار می‌گرفت و همچنین باز هم سرفصل شتاب دهنده های دانش بنیان هم به بحث شرکت های دانش بنیانی که با معاونت بود اضافه شد و الحمدلله از این مسیر هم تعداد زیادی از اعضا تونستن معاونت دانش بنیان بشن و از مزایای اون استفاده بکنن. یک آمار کلی هم از عملکرد این 7-8 سال گذشتمون بخوام خدمتتون عرض بکنم، بیش از 300 تا درخواست تو این سالها به ما ارائه شده، خب درخواست‌های مختلفی از جای جای کشور بوده ولی خب از نظر کمی و کیفی که خب بررسی شده تعداد محدودتری رو ما تونستیم به عضویت خودمون در بیاریم. 106 تا از این اعضا پذیرفته شدن توی این سال‌ها که الان 73 تاشون عضو هستن ولی 33 تا از این اعضا به خاطر حالا یه کاهش کیفیت یا تغییر رویکردهایی که داشتن یا بعضن حالا مجموعه‌ای که شکست خوردن از جرگه اعضای ما خارج شدن که یه جورایی آمار قابل توجهی است و این نشون میده که ما روی اعضای خودمون نظارت و ارزیابی مستمری داریم. ما کسی که عضو مرکز میشه به صورت مداوم تحت رصد و نظارت هست که انشالله بتونیم هم کمکش کنیم و هم از اون کیفیت عملکردی که قرار بوده اتفاق بیفته فاصله نگیره. در تیم هایی که تو این سالها تو مجموعه های زیر مجموعه یعنی شتاب دهنده عضو مرکز فعالیت کرده ملاحظه میکنید، تعداد شرکت هایی که تو این سال ها ثبت شده، تعداد رویدادهایی که توسط شتاب دهنده ها برگزار شده، حجم کلان سرمایه گذاری که شتاب دهنده ها کردن توی فعالیت های خودشون که حالا یک سهم ناچیزی هم مجموعه معاونت و دولت داشته توی تسهیلات و کمک هزینه هایی که میداده و عملا آنچه که میبینید باعث شده که اگر اکوسیستمی الان داریم که اگر قوی ناشی از این اگر ضعیف این ضعف ماست شاید و عملکرد ماست که باید با شدت و قوت بیشتری فعالیت بکنیم و حمایت کنیم که انشالله این جریان بهتر شکل بگیره و انشالله شاهد عملکرد بهتری از تو سرفصل شتابدهی باشیم. و
فکر میکنم یه دونه اسلاید من داشتم، فقط اسلاید آخرم بحث پردیس سامیت هست که همونجوری که حالا گزارش مبسوطتری داود جان متولی دادن خدمت عزیزان، ما از سال 97 خب زیر مجموعه مرکز این رویدادم برگزار میکنیم با هدف گرد هم آوردن با اولویت اعضای خودمون. خب بالاخره یک سری عضو داریم ما، مدیران شتاب دهنده های عضو، مدیران فضای کار اشتراکی، برگزار کنندگان رویداد کارآفرینی که از مرکز حالا دارای تاییدیه هستن و دارن تو سراسر کشور رویداد برگزار میکنن، اینها رو جمع کنیم و کمک کنیم اجزای دیگری از اکوسیستم هم شامل وی سی ها و مجموعه مختلف که دارن هر کدوم یک نقش آفرینی مثمر ثمری دارن در اکوسیستم استارتاپی کشور، بتونیم دور هم اینا رو جمع کنیم، با هم تبادل تجربه کنن، با هم نتورکشون رو بزرگتر کنن، ارتباطات بیشتری داشته باشن که انشالله محصلش نفع برای کشور باشه، نفع برای اکوسیستممون باشه و توسعه کسب و کارهای نوپا و اقتصاد دانش بنیان کشورمون. برنامه‌های متنوعی داشتیم، حالا سال‌های گذشته رویداد دو روزه بود، اواخر هفته هم یعنی آخر هفته هم برگزارش می‌کردیم، امسال حالا به دلایل مشکلاتی که بود و هم دیر یه خود دیر هنگام شد که حالا توضیح نمیخواد، همه در جریان هستید و فعلا هم یک روزه داریم برگزارش میکنیم. انشالله با طرح توسعه‌ای که داریم برای پردیس سامیت بتونیم رویداد درخورتر و شایسته تری رو برای میزبانی شما عزیزان که بازیگران اصلی این زیست بوم هستید انشالله بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم.